در کنار قاچاق انسان و دلار از افغانستان به دیگر کشورها، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که در سال روان 15 تن زعفران از کشور قاچاق شده است و میگوید که این مسئله تاثیر منفی در کیفیت زعفران گذاشته است. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری که در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان صحبت نکرد، خواهان همکاری اعضای مجلس در پیوند به شناسایی افراد شد که در قاچاق زعفران کشور دست دارند و میگوید که این موضوع را نیز با ریاست جمهوری شریک کرده است. ما پارسال 10.6 تن تولید کردیم، اما بیشتر از 15 تن صادر شده که این هم در پایین آمدن زعفران اثر منفی داشته و هم در کیفیت و بدنامی کشور. وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در مورد اینکه زعفران افغانستان به کدام کشور و توسط کیها قاچاق می شود چیزی نمی گوید. ما چگونه می توانیم که در مقابل قاچاق زعفران، غصب زمین های وزارت زراعت و همچنین قاچاق جنگل ها همکاری کنیم وقتی وزیر با ما اسناد واضح روشن با نام قاچاق کنندگان ارائه نمی کند؟ وزیر زراعت، آبیاری و مالداری به اعضای مجلس نمایندگان وعده می دهد که در معرفی افرادی که در قاچاق زعفران، قاچاق جنگلات و غصب زمین های زراعتی دست دارند با مجلس همکاری کند. اسناد خدمت پارلمان روان می کنم. من هیچ تشویش ندارم و تا بالی حداقل سر فامیل ما دو دفعه حمله شده. شاید هیچ کس به این اندازه با قربان یا زن نباشه و نام قاچاقبر تا هنوز برای ما کسایی که میگن متاسفانه از ترس نمیگن و پیدا میکنن. این سخنان در حالی مطرح می شود که همه روزه ده ها تن چوب جنگلی در شرق کشور قاچاق می شود و ده ها جریب زمین زراعتی نیز از روی غاصبان زمین غصب می شود. اما اعضای مجلس نمایندگان میگویند که حکومت تا کنون در کار جلوگیری از قاچاق چوب و غصب زمین های زراعتی اقدام قناعت بخش نکرده است.